داره منتظر باشید، شب میخوابیم صبح بلند میشیم باز به من زنگ میزنه آقا دلدار انقلاب شد. کجایی؟ انقلاب نمیشه الان، ولی کن یک کشتار بزرگ به دنبال داره و این کشتار بزرگ ستونهای لرزان و ترک خورده جمهوری اسلامی رو فرو میریزه. بنابراین خاطرتون باشه، خاطرون باشه، آقای احمدی نژاد یادشون باشه، انقلاب مخملی در کار نبوده که تموم بشه. انقلاب مخملی مطلقاً در کار نبوده. اون چی که هست پدید اومده و رخ داده یک حرکتی است به سمت انقلاب، و انقلاب هم مثل شاه نیست. من هم شاه این حرف از کجا در آورد؟ انقلاب سفید، ما انقلاب سفید نداریم، انقلاب مخملی نداریم، انقلاب نرم نداریم. اینا بازیش هست، این اصطلاحات. انقلاب رنگش، نوعش، برخوردش سرخ و خونینه. اگه انقلاب مخملی ما 30 تا کشته داده، به قول خود رژیم میگه 20 تا رو ما کشتیم 8 تا رو اونا کشتن، 30 تا کشته داده، وای به حال انقلاب خونی. نه، انقلاب مخملی آدم نمیمیره. بنابراین من توصیه اینه که آقای احمدی نژاد هر چی دلش بخواد از این لاتایلات بگه، همونجوری که میگه اسرائیل نباید باشه، همونطور میگه هولوکاست نیست، همینطور هم میگه که انقلاب مخملی تموم شد. در حالی که من به آقای احمدی نژاد و آقای محسنی اژه‌ای که اون اولی نمیفهمه فقط توتیبار حرف میزنه، اون دومی آدمکش سنگدل و قهاریه، عرض میکنم آمریکا توی ماجرایی وجود نداره، آمریکایی نیست، بی خودی مردم دل خوششون نکنید. آمریکا اگر میخواست بیاد با توپ و تانکش میومد، با هواپیماش میومد، که نمیتونه بیاد و نمیاد. آمریکا نمیتونه تو ایران انقلاب مخملی بکنه. انقلاب رو در ایران خود مردم میکنن. بی خودی قول ندید، بی خودی سر مردم شیره نمالید، دلخوششون نکنید که آمریکایی‌ها میان. اینا یه سیاست وزارت اطلاعات ها، مردم همینجور نگردش خموده 30 سال نگردش که آمریکا میاد، این رژیم آمریکا برمیده. نه آقا، آمریکا کاری نمیتونی بکنه. مردم واسه خودش، همیشه گفتم آقا ما واسه خودمون یه کاری بکنیم. این مواد مخدری که ببینید میدن به جامعه، این اومدن آمریکا هم درست مثل مواد مخدره، همه رو پاس کردن، همه رو ساکت نگردش. آقا آمریکا میاد، آمریکا داره انقلاب مخملی میکنه، براندازی نرم میکنه، آمریکا داره نم فلان میکنه، هی چهار تا سه تا خبرنگار میگیرن، نم دو تا محققی که از طرف آمریکا، از آمریکا مثلا میرن ایران میگیرنش، میگن جاسوسای آمریکایی ان اومدن انقلاب مخملی میکنه. آقا خبرها نیست. آمریکا اگه اینقدر قدرت داشت که بتونه تو ایران انقلاب مخملی کنه، تو عراق میکرد که یه چهارم ایران جمعیت داشت و آسان‌تر بود برای فکر. یه انقلاب مخملی که صدام حسین این خود خودش توی همه بدبختی نمیداد. آمریکا CIA اون قدرت رو ندارند. بی خود مردم رو دلخوش نکن، امیدوار نگرشون ندارید، سرشون شیره نمالی که مردم جو بشینن بگه بالاخره آمریکایی‌ها میان. کی میانه به تلویزیون زن آقا کی آمریکا میاد؟ کی بس نمیاد آمریکا؟ این نتیجه سیاست وزارت اطلاعاته. این سیاست تطبیقاتی وزارت اطلاعاته. که 70 میلیون آدم چشمرات تو جاده نگردشن که افسرهای آمریکایی، سربازهای آمریکایی میان، یا که مرموزانه در ایران یه انقلاب میشه توسط آمریکا، انقلاب مخملی آمریکا در ایران. آمریکا خبری نیست، هرچی هست ما هستیم و ما مخملیش بلد نیستیم. ما انقلاب مخملی بلد نیستیم، ما اگه بکنیم خونی میکنیم. یعنی این ملت رو هم میشنسن. این ملت که الان زنجیره رو تقریبا شل کردن، پاره کنن زنجیره دیگه، آقا این مخمل سرش نمیشه، نرم سرش نمیشه، این از بیخ و بن میکنن. بنابراین صحبت وزیر اطلاعات آقای احمدی یاد صحبت مرحوم جعفریان من انداخت، که با تظاهرات تبریز که حزب رستاقیز گویا با 35,000 نفر ریختن تو خیابون، گفت تموم شد، تموم شد آقا، شورش خوابید. این
عوامل چی میگفت؟ عوامل ارتجاع سیاه و سرخ، اتحاد ارتجاع سیاه و سرخ تموم شد. مارکسیستای اسلامی که از مسکو خبر اجازه میگرفتن همش حرفشون این بود، اینجوری بعد تحلیل میکردن قضایه. خب موقع ما هم انقلاب ندیده بودیم، و حالا که انقلاب دیدیم میدیم نه این اونجوری نیست، این مردم راه افتادن. و ایاتون باشه از روز یک شنبه دو هفته پیش خدمت عرض کردن هی انتظار نشه هر روز مردم بریزن تو خیابون 1 میلیون ها، و باز اینو تکرار میکنم به ایش که منظورم نیست توهین نمی کنم، گول تلویزیون ها نخورید که هر روز داره هیجانتون میارن پمپتون میکنن یه جوری بالاخره شما رو امیدوار کنن که برنامه تلویزیونی نگاه کنید. همون کاری که وزارت اطلاعات میکنه مردم تو امید اومدن انقلاب انقلابیون مخملی آمریکا گذاشته، همه تو خماری موندن. این تلویزیون 24 ساعت هم اکثر همین کارو میکنن، فقط میخوان شما رو بگیرن رو تلویزیون نگه دارن. منتظر چیزهای پشت سر هم نباشید. بابا چند دفعه اینو من بگم، هی باز من هر روز میبینم یا تموم شد کوبیدن، نه نمیتونم بکوبن، من میشه جبه انقلاب رو بگیره، انقلاب داره مسیرش رو طی میکنه. من منتظر شوره، من منتظر یک جنبش هستم. مرحله گفتم که ما برای اینکه این حکومت بندازیم 4 تا مرحله میخوایم، و گفته این 4 تا مرحله چیزی نیست که 2 روز 3 روزی 4 روزه بشه، این 3-4 سال ممکنه طول بکشه، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تا 4 سال به نظر ممکنه طول بکشه. مرحله اول اعتراض بوده، اعتراض تموم شد، ولی اعتراض دفع نشد، اعتراض رژیم رو در واقع مردم محک زدن. من به عنوان تماشاچی که نگاه میکنم، تصاویر رو نگاه میکنم، فیلم ها رو نگاه میکنم، عکس ها رو نگاه میکنم، میگم آقا مردم توی این محکشون بردن، مردم خیلی جلوتر از بسیج هستن، خیلی جلوتر از نیروهای انتظامی. این نیروهای انتظامی من تصاویر این خب من دقت میکنم، ذره بین میذارم، چهره اینا نگاه میکنم، اینا وحشت زدن در مقابل با مردم. همه این نیروهای انتظامی این بسیجی ها وقتی گیر افتادن، مثلا 6 تا مردم بودن، مثلا 3 تا اونا بودن، همه وحشت زدن. حالا با تو هم داره گاز اشکاور هم هست، به قیافش نگاه میکنید وحشت زده است. بعد حرکت چه به طرف مردم میبینی نظمی نداره، هر جا مردم جلوشون وامیسته اینا وامیستن میترسن دارن جلو، باور کنه مردم میترسن، بس که اینا را مردم دور کردن و گفتن اینا شیطانن، اینا هم ضد انقلاب هن، اینا ضد مهدی هن، ضد علی هن، ضد محمد هن، اینا میترسن با اینا روبرو بشن. در مقابل رو در رو اینا باختند. بنابراین به نظر من ملت مردم ها اینا رو محک زدن، و در این محک به نظر ما بردیم، ما مردم بردیم. پس من در انتظار یک جنبش هستم، یک حرکت ناگهانی من پیشبینی میکنم در مملکت ما به وقوع میپیونده، و این حرکت ناگهانی از من شما داشته باشید. خدمتتون عرض کردم 90-95% صحبتایی که من خدمتتون عرض کردم، نمیخوام بگم 100%، ولی درست در اومده. تاریخ و روزش هم نمیتونم بهتون بگم، ولی زیاد طولانی نخواهد بود، این در چندین ماه آینده واسه اتفاق بیفته. پس بنابراین منتظر فردا نشید بگید آقا ایران تموم شد، ایران تموم شد، نه، ممکنه تو چندین ماه آینده هیچ چیزی شما نشنوید، فقط اعتراضات که خوشبختانه هست. الان من دیدم کروبی گفته آقا این دولت نامشروعه، ما مشروعیت این دولت قبول نداریم، این خیلی خوبه، این به اون چیزی که من پیش بینی میکنم داره کمک میکنه. نگاه میکنیم میگه من مشروعیت این دولت قبول ندارم، من در فرصت ها در هرچ پیش بیاد با این دولت به صورت قانونی مبارزه میکنم. بذارید بهتون میگم چقدر این داستان به این دلیل امیدوار کننده است، چون ابزار انقلاب وجود داره. حرکت هایی که باز به انقلاب بره داره بازوهاش داره کاراشو میکنه، بازوهاش خدمت هست. یکی این معترضین هستند،